اختیارات نوآوری یکی از امیلهایی است که بر رونق و رواج آن هر کشور توجه کرده مبلغ‌های زیادی را نیز به آن روانه کرده استودند. کشفیات در سوها امکانات معرفی کشور را در عرصه جهانی نیز فراهم می‌آورد. حکومت جمهوری تاجیکستان در سمت دستگیری اختیارکاران چندین برنامه و سندهایی را قبول نموده است که آن زمینه مساعد را برای پیشرفت فعالیت نوآوران فراهم می‌آورد. برنامه نوآور تلویزیون دوشنبه باشد منبر است برای معرفی اختیارکاران نه تنها در داخل بلکه خارج کشور، چون که تماشای تلویزیون دوشنبه در خارج از کشور نیز امکان پذیر است. دومین سال 2019 تاریخ برنامه نوآور ما چندین چهره های را معرفی نمودیم که همگی در بخش های گوناگون با اختیارات نوآوری و دستاوردهای علمی و تکنیکی خود توانستند موفق گردند. شماره آنها خیلی هم زیاد بود، ولی با انجام دادن نظرسنجی و آوازی طریق اینترنت میانی هواداران نوآور و جوینده، پنج چهره بهترین سال 2019 را از برنامه خود معین نمودیم. اینک چهره های بهترین سال در این برنامه معرفی خواهد شد. آرایشگر رستان و طراحی جوانی تاجیک سبینه علیشر با پیشنهاد آرایشات خود که شکل‌های گوناگون را در بر می‌گیرد توانست از عنصرهای ملی مردم تاجیک را معرفی سازد. اکنون طلبگاران محصولات او از خارج کشور نیز به چشم می‌رسند. در سال‌های رشد دهات سیاحی و هنرهای مردمی سبینه علیشر در رویخط بهترین چهره‌های سال 2019 برنامه نوآور در زینه پنجم قرار دارد. سبینه علیشر از زمره همون آرایشگر، رسام و طراحانه است که بیشتر توجه به آرایشات زنانه، مخصوصا گوشواره، گردنبند و انگشترین را با طرح ملی آماده کرده پیشنهاد مشتریان میگرداند. نمایشگاهی که با شرکت متخصصان و مهمانان داخل خارج کشور برگزار گردید، سبینه محصول دستان خود را به معرض گذاشت و آن پسندی حاضرین گردید. این اولین و آخرین نمایشگاهی نیست که سبینه در آن شرکت نموده باشد. باجز از این اشتراکش در چهارابینی‌های گوناگون زیاد بود که آن را افتخار در خود و هنرهای خلق سرزمینش می‌داند. با دستگیری دوستان که محصولاتی من پسندشان آمد و آن را خود استفاده کردند، کارو در سمت آرایشات شروع کردم که آن برای موفقیت زیاد آورد. حالا باشد محصولات دستانی من همچون دستاویز به کشورهای زیادی روی جهان با مانند فرانسه، امریکا و چند مملکت دیگر روانه کرده شد که این البته باعث افتخاری هر یک طراح و آرایشگر است. مخصوصا در چند منطقه فدراسیون روسیه درخواست کنندگان زیاد گردید و آنها بیشتر آرایشات خصوصیت های ملی داشته را با ما فرمایش می دهند. بیشتری آنها طریق شبکه های اینترنتی با من می نویسند، درخواست می دهند و بعضی آنها حتی تشریف می آورند تا با چشمان خود محصولات را ببینند و من هم تلاش می کنم تا بازگشت آنها درخواستشان را اجرا کنم. سوکین فدراسیون روسیه گولاندوم از این نمایشگاه دیدن کرد و هنر سبینه را خوش پذیرفت و محصولات آرایشاتی پسندیدهاش را خریداری کرد تا از آن هم خود استفاده کند و هم با پیوندانش همچون ارمغان برد. گولاندوم در چندین کشورهای جهان بود و به نظر او محصولات آماده کرده سبینه با خصوصیت های ملیش فرق کننده است. با اندیشه او چنین آرایشات طلبگاران زیاد دارد. نام من گولاندوم و من از شهر مسکوی فدراسیون روسیه به تاجیکستان آمدم. خیلی هم خوشحالم که در این نمایشگاه شرکت ورزیدم. زیرا با تماشای این همه زیبایی ها کس مفتون و شیدا میگردد. کس در انتخاب حیران میماند زیرا آنها یکی از دیگری خیلی هم زیبایند. باوری نداشتم که طراحان و آرایشگران جوانی تاجیک در شهر دوشنبه با اینقدر ذوق بلند زیبایی پرستی محصولات گوناگون آرایشی و لباس ها را آماده میکنند. در مقایسه با دیگر کشورهای جهان در اینجا ارزش لباس ها و آرایشات طراحان چندان گران نیست و هم با صفت و زیبا آرایفتند. من حالا چنین جزدانی موافق به لباسم رو خریداری کردم و اینچونی این گوشوارو نیز دسترس نمودم که خیلی زیبا است. حالا باز می خواهم چندین آرایشات و لباس های دیگر رو موافق به فصل های سال و همچنین ارمغان برای دوستانم خریداری کنم. این عمل رو باید به زودی انجام داد زیرا آرایشاتی زیبا و دلکش در حال خریداری خود رو پیدا می کنند.
Завқи Сабини Алишер аз даврони хурдсолӣ нисбат ба ҳунарҳои мардумӣ ва ороишоти бонувон беандоза буд. Пас аз хатми муассисаи таълимӣ, ӯ шурӯъ кард ба омода кардани маҳсулоти гуногун ва онро танҳо барои истифодаи худу пайвандонаш пешниҳод мекард. Чун дӯстонаш аз ҳунари ӯ воқиф шуданд, пешниҳодаш карданд, ки ҳамчун ороишгар корро шурӯъ намояд. Сабина аксҳои маҳсули дастонашро дар сомонаҳои иҷтимоӣ таблиғ кард ва он боиси таваҷҷӯҳи бештари атрофиён гардид. Ҳоло бошад мутахассисони соҳа Сабинаро ҳамчун ороишгари касбӣ мешиносанд. Я вообще с детства люблю заниматься. Аз хурдӣ нисбат ба омода кардани ашёҳои гуногун барои ороишоти занона шавқу ҳаваси зиёде доштам. Ва сабаб ҳамин буд ки ба факултаи технологӣ ва дизайни донишгоҳи технологии Тоҷикистон шомил гардидам. Бо ихтисоси лоиҳакашии бадеии матоҳои насоҷи донишгоҳро хатм кардам ва корро дар риштаи ороишоти занона шурӯъ кардам. Зеро ин ба завқи дилам буд. Ороишотро дар шаклҳои гуногун кардам, ки шакли милли дошта бошанд. Сабаб ҳамин аст ки маҳсули дастони мо ҳамагӣ дорои нақшу нигори миллианд. Барои ман чуноне дар забони ҳунарҳои мардумӣ ҷияк мегӯянд писанд аст ва дар кори худ инро ба инобат гирифта намудҳои гуногуни ороишотро таҳия кардам. Аз хурдӣ мехостам ин намуд ороишот, яъне ҷиагро, на танҳо дар қисми поёни либос бошад, балки он тавонад бо чунин нақшу нигор ҳамчун гушвор, гарданбанд ва ангуштарин истифода шавад. Ин озукиҳоро ба инобат гирифта корро шурӯъ кардам ва дар аввал маҳсулоти омода кардамро танҳо худ истифода мекардам, ки он боиси таваҷҷӯҳи дигарон гашт. Аксҳои онро дар шабакаҳои интернетӣ гузоштам, ки дигарон ба он мароқ зоҳир намуданд ва аз ман тайёр кардани онро дархост карданд. Соцсетях своей работы. Сабина, она закончила технологический университет. Сабина хатм карда донишгоҳи технологии Тоҷикистон аст. Вақте ки ӯ ин муассисаи таълимиро хатм кард, ман дар бахши дуввум таҳсил мекардам. Аз ҳамон вақт мушоҳида менамудам ки Сабина бо маҳорати воло ва бо тамоми нозикиҳояш ороишоти занонаро омода мекунад. Хело ҳам нигоҳи муосир дорад ва кораш ба талабот ҷавобгӯ аст. Вақте таваҷҷӯҳ кардам ки ӯ зина ба зина такмил меёбад, тасмим گرفتم تو یک گروه ایجادی رو تشکیل نماییم و خوشبختانه همین خیل هم شد. نسبت به کارش بسیار هم نازک تاب است که موفقیت بیشتری او از همین عبارت می باشد. یک لحظه از دسترنج بانی هنری تاجیک تماشا میکنیم و به سیر عالم معنوی او می رویم. Таджикские национальные украшения, они очень... Ороишоти милли мардуми тоҷик бисёр ҳам бо тахайюлоти рангинӣ омода мешавад. Ранг, нақшу нигор ва тарҳи он хело ҳам диққати бинандаро ҷалб месозад. Баъзан ороишоте ҳаст ки чашмро хаста мекунад. Аммо дар ороишоти тоҷикона баръакси ҳол аст. Кас бо дидани он лаззат мебарад. Ман худ ба кори тароҳону ороишгарони тоҷик бисёр ҳам ҳавас мекунам, зеро онҳо мувофиқи табу завқи кас эҷод мекунанд. Албатта ман чунин маҳсулотро бо камоли майл дар якҷоягӣ бо муди замонавӣ истифода мекунам. И миксовать её с обычной современной одеждой. Ҷарроҳи ҷавон Сисила Расулова миёни 350 занони ихтироъкор аз 40 кишвари ҷаҳон дар шаҳри Сеули Корея соҳиби ҷоиза гардид. Ин наовари тоҷик дар рӯйхати беҳтарин чеҳраҳои соли 2019 барномаи наовар ишғолкунандаи зинаи чоруми барнома аст. Ну, бонуи наовар аз Тоҷикистон дар ин форуми занони ихтироъкор ширкат варзида ҳамаи онҳо ба комёбиҳо ноил гардиданд. Сисила низ бо пешниҳодоти худ, ки усули нави ҷарроҳӣ буд, тавонист диққати ҳамагонро ҷалб намояду яке аз ҷойҳои намоёнро ишғол кунад. Пас аз бозгашт ба Тоҷикистон, дар Маркази миллии патенту иттилооти Вазорати рушди иқтисод ва савдои ҷумҳурии Тоҷикистон ба Сисила Расулова дар маросими тантанавӣ ҷоизаашро тақдим намуданд. Республики Корея, городе Сеул, у нас проходил международный женский форум женщин-изобретателей в сфере науки и технологии. Я представила технику операции, которая посвящена моей научной диссертации.
Это новый метод операции у женщин с послеродовыми разрывами промежности. Когда у них несостоятельность мышц, тазового дна, трудности во всех сферах их жизни. Эта новая техника операции предотвращает большое количество осложнений, а также она помогает быстрее восстановиться женщине после операции и предотвращает понижение качества ее жизни. То есть наша техника операции, она приводит быстрее к качественной жизни наших женщин после операции. Сесилия Расулова جایزه خود را یکی از دستاوردهای صاحب استقلال می‌داند و تلاشش بهر آن روان است تا در آزمون نوبتی با اختراعات دیگری خود صاحب جایزه بالاتر گردد. Это было всё очень волнительно представлять Таджикистан, представлять свою работу на иностранном английском языке, не русском, не таджикском, а иностранном. Это для нас новый язык. Но тем не менее, все страны, которые там участвовали, они также представили на английском языке свои работы. Мы от Таджикистана представляли, стараясь своими всеми силами, используя все свои знания, мы представили, думаю, Таджикистан на хорошем уровне, раз мы получили еще общую награду ВИПО, это международного уровня награда, которую получила только Корея и только Таджикистан. Поэтому за активное участие нам дали грамоты, похвалили. Это было очень волнительно и так радостно за родину, за себя. И спасибо вообще администрации, правительству, администрации больницы, университету, что дали возможность участвовать на таком большом-большом событии. Это было незабываемо, и мы, может быть, в следующем году я буду опять участвовать, и дай Бог, может быть, дойдем до золотой награды. Расулова Сельсила, яке аз докторони фаули бимурхонаи му мебушан, в соли 2019 дар кафедраи му такмили ихтиёз гузаштан, ва ман потенциали он касру нагз медунам. Бара хамун баруи ман он факт ки инкас доранде медали нукра гаштан, бисюр хурсанди оварасд. Ма бувари дурам ки ин дароянда натано нукра балки тилоха мешават. Эта техника, представленная нами, конечно, касается колопроктологии, хирургии колопроктологии. Даже она смежна и с хирургией, и с гинекологией, и с проктологией. И наша техника может использоваться потом не только хирургами-колопроктологами. В будущем она может войти в клинические рекомендации для врачей-хирургов, гинекологов, колопроктологов. То есть эта вещь заслуживает войти в клинические рекомендации и использоваться всему миру, потому что она стоит на самом деле и по-технически, она выгодная, недорогая. Просто дело в технике, дело в идее, и в выполнении она совершенно возможна и другими врачами другой специальности, других стран мира. Усули нави джарохи ин бонуи наовар дар ҷаҳон бори аввал будаасту рӯи ихтироти худ ки рисолаи илмияш маҳсуб меёфт 5 сол кор кард. Тӯли ин муддатҳо Сесилия дар ҷустуҷӯи адабиётҳои зиёде буду пайваста аз илми тиб маълумоти заруриро пайдо мекард то ихтирои худро комилтар намояд, зеро ҳар як ихтиро аз марҳилаҳои гуногун гузашта зери санҷиши махсус қарор мегирад. Это новая техника, потому что ей посвящена научная диссертация, которая должна не повторяться, а быть новой, актуальной, должна отличаться от всех других. Если это будет повторение, это уже не будет ни техника операции, ни патент, ни новая диссертация. Этой работе 5 лет посвятила. Так что это новая техника операции, где не только в Таджикистане, во всем мире еще этого не делали. Прежде чем начать свою научную работу, мы проводим поиск. Мы проводим поиск по всем литературным каналам, по всем электронным базам. Это проводим не только мы, но также патентный центр, так как мы подаем заявку, чтобы не было ни одной работы похожей. Например, на работу мою. Поэтому в течение 5 лет эта информация проходит очень большие базы литературного обзора, всех исследований, что касается современной медицины, то, что обновляется каждый год. Поэтому, пройдя все эти этапы, мы подтвердили, что наша работа актуальная, неповторимая,
И поэтому рискнули участвовать на таком большом международном корейском форуме и получили за это награду. Особо бьюнки дар Таджикистан дар бисюри уйлаху кеда кой зиот тавалуд мешаван. Чуки дар хар якта уйлай Таджик накамасе фарзанд хаст. Ин проблема е ки инхо акс кардан бисюр актуали ме бушад. Чунки норасоги мушакаю карикоз дар кариб дар хамай занхой Таджик мушуида карда мешаван. Бинобарин кашфиот ва он ихтироки ки ин кас кардан барои Таджикистан Спазмолитики второе, более утоляющее, и восстановление трещины. Сесила Бачан Кишвари Хорич Сафардош ва такмили ихтисос намуд. Малакаю махорати кориашро сайхал намуда, холопай амали намудани чандин нақшаву тадбирҳои дигар фаъолият дорад. Бо мақсади санъаткунони кишвар доктор илмои кимиё Зумрад Ғайбуллоева ихтироотеро татбиқ намуд ва миёни чандин бонувони ихтироъкори ҷаҳон соҳиби медали тилло гардид. Коршиносон наоварӣ ин бонуи донишмандро беназир унвон мекунанд. Тибқи назарсанҷӣ миёни дӯстдорони наоварҷӯянда Зумрад Ғайбуллоева мақоми сеюмро ишғол намуд. Номзад илмои химия, доцент кафедраи технологияи истеҳсолоти химиявии факултети технологияи инновасиони донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи Муҳаммад Осимӣ Зумрад Ғайбуллоева бо ихтирои пешниҳод кардаи худ дар озмуни байналмилалии ихтироъкорон, ки миёни 42 кишвари ҷаҳон дар шаҳри Сеули Корея баргузор шуд, соҳиби медали тилло гардид. Дастоварди ин бонуро коршиносони соҳа муваффақияти ихтироъкории тоҷик дар арсаи ҷаҳонӣ медонанд. Намоишгоҳ бо ташаббуси созмони Умуми ҷаҳонии моликияти зеҳнӣ ва ассотсиатсияи занҳои ихтироъкорони Корея баргузор гашт. Дар намоишгоҳ кишварҳои зиёд иштирок намуданд, ки ихтироъҳои занҳои ихтироъкорони кишвари худро муаррифӣ намуданд. Аз ҷониби ҳакамони арзёбӣ карда шуда, 4 медали тилло, 4 медали нуқра ва 1 медали биринҷӣ ба даст овардем. Боиси хурсандии мо аст, ки дар байни 42 давлати ҷаҳон, ки дар ин намоишгоҳ иштирок карданд, кори илмии мо, ихтироъоти пеш кардаи мо соҳиби медали тилло гардид. Аз ин мо хеле ифтихор мекунем, ки мо олимони тоҷик метавонем дар баробари дигар олимони дунявӣ низ кори илмии худамонро пешниҳод кунем ва сазовори номҳои баланд гардем. Ихтирои Зумрад Ғайбуллоева ба истихроҷ намудани сурби металлӣ бо усули гидрометаллургӣ, ки аз ҷиҳати камхарҷи энергия ва ҷиҳати экологӣ тоза будани ин усул шаҳодат медиҳад, пешниҳод шудааст. Ин барои муассисаҳои истеҳсолӣ мувофиқ аст ва акнун корхонаҳо имкон доранд онро самаранок истифода баранд, зеро дар амал татбиқ гардани он аз ҷиҳати иқтисодӣ низ фоидаовар будааст. Ихтироъоте, ки мо пешниҳод кардем, асосан ин коркарди конҳои ҷумҳурии Тоҷикистон, ин кони мансури ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад, ки аз металҳои рӯҳ ва сурб хеле ғани аст. Усули истихроҷи онҳо аз таркиби ҳамин конҳо буд. Усули пешниҳод кардаи мо аз ҷиҳати экологи тоза, аз ҷиҳати иқтисодӣ фоидаовар ва аз ҳама муҳимаш он аст, ки аз ҷиҳати камхарҷ будани энергия барандаҳои табиӣ хеле ҳам истифода баранда аст. Ихтироти мазкур ба ҳосил намудани сурб бо тарзи полиметаллургия, ки аз ҷиҳати камхарҷи энергия ва аз ҷиҳати экология тоза намудани ин тарз шаҳодат медиҳад ва ки барои корхонаҳои истеҳсолӣ хеле қобили қабул мебошад. Умуман сурбро бо тарзи полиметаллургия, яъне тахти ҳарорати 800-1200 дараҷа коркард мекунанд. Дар ихтироти, ки аз тарафи Зумрад Ғайбуллоева пешкаш шудааст, ҳарорати 45-65 дараҷа истифода бурда мешавад. Ҳангоми коркарди он ба атмосфера газҳои зарнок, ки дар рафти реаксияҳои химиявӣ ҳосил мешаванд, партофта мешаванд. Тарзи пешниҳод намуда имрӯз ба иқтисодиёти кишвар хеле зарур буда, ба корхонаҳои саноати металлургия ва коркарди металҳо метавонанд ин тарзи истихроҷи сурбро васеъ истифода намоянд. 93% Тоҷикистон аз кӯҳҳо иборат аст ва аз кӯҳҳои мавҷуд буда метавон самаранок истифода бурд. Коркард ва истихроҷ намудани сурби металлӣ аз манфиат холӣ нест. Дар ин ҳолат санъаткунони кишвар низ татбиқи худро меёбад, назар доранд мутахассисони соҳа.
کارکردی ما با سمت متالورگی متالهای رنگا تعلق دارد و من فکر میکنم که وقتی که پیشوای ملت اساس گذاری صلح و وحدت ملی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان همه مویان علمان را وظیفه دار نمودند که در سمت چهارم سمت صنعتی گردانی جمهوری تاجیکستان سهم خود را گذاریم و ما کوشش غیرت نموده استودیم که وظیفه های خود را اجرا کنیم. جمهوری تاجیکستان که از کهسار عبارت است و کانهای نهایت غنی گردانیده شده دارد می توانیم که برای آباد کردن صناعت جمهوری تاجیکستان آنها را پرثمر استفاده بریم. از این خاطر اختراعات ما نیز یک حصه برای صناعت کنونی سهم خود را گذاشته می تواند، چون که ما اصولی از خاک جدا کرده گرفتن این متال ها رو پیشنهاد کردیم و من فکر میکنم که از جهت اقتصادی اون فایده آور است، از جهت اکولوژی تازه است و از جهت کم خرج بودن انرژی برقی امروز قابل قبول است. استفاده بردن این اختراع برای جمعیت خیلی ضرور است. در صنعت متالورگیا و کارکرد متال ها خیلی فایدانوک است و گازنوکی زرنوک در وقت استفاده بردن اختراع پیشنهاد شده کمتر است و از جهت اکولوژی و از جهت اقتصادی برای کشوری ما منفعت آور است. اختراعات زمرد غایب اللهیه با صحه متالورگیا داخل داشته پیشنهاد آن در این بخش باری اول بوده است. اگرچه در گذشته ها اختراع کاران در این جاده نوآوری های روی دست داشتند، ولی این بنوی جوینده با تحقیقات علمی خود اختراعات خود را با نگاهی نو پیشکش کرد. کارشناسان به اختراع این بنوی دانشمند بهای مثبت داده نقش آن را در صحه متالورگیا نظررس ارزیابی نمودند. در این سوها کارها خیلی زیاد هستند، ولی اختراعاتی ما که پتنت گرفته شده است این اولی مراتبه پیشنهاد کرده شده است که به اصول گیدرومتالورگی استفاده بردن تکنولوژی های نوی اینوواسیونی در درجه های خیلی پست 45 تا 60 градус و در مدت 1-1.5 ساعت ما گرفته توانستن این ترکیبی خاک و بمانند رو و سرب اولی مراتبه می باشد. تقریبا 40 سال می شود که زمرد غایب اللهیه کارهای علمی و تحقیقاتی خود را پیش می برد. از زمان جوانی تلاش کرد تا در سوهای دوست داشتهش کامیاب گردد. حالا همکاری ها را وابسته به نوآوری های تطبیق کردهش با کشورهای خارج نیز براه مانده است و با این عمل می خواهد اختراعکاری تاجیک را به جهانیان معرفی سازد. پس از ختم دانشگاه تکنیکی تاجیکستان من کارهای علمیم را در سمت اتم های گیدروژنی حصه اونها در حاصل کردن متال ها رساله نامزدیم رو حمایه نمودم، نامزد علم ها شدم و در طول 38 سال می شود که در دانشگاه تکنیکی تاجیکستان با جوانان خیلی در علاقه مندی زیچ کار و فعالیت میکنم. وقتی که به جوان ها نگاه میکنید و حسیات اونها رو نسبت به علم، به تکنولوژی، بچه هایی که می خواهند کار و فعالیت کند ما اونها رو جلب میکنیم و با همراهی این جوانان ما بسیار کارها رو به انجام رسانیدیم. 8 اختراعاتی که ما کردیم این با واسطه شاگردان با اجرا رسانیده است. زمرد غایب اللهیه بسیار زنی که مثلا در علم پیشروی زیاد هم دارد، نه تنها خودش بلکه همه اون نفرانی که در یک جایگی او اختراعها رو پیشنهاد نمایند اونها رو هم نیز می خواهد که مثلا یاری خود رو به اونها رساند و در کارهای علمی برای آنها کمک رساند. ما همکاری داریم با دانشگاه های دولت های بمانند ترکیه، دولت های امریکا. من در شهر برونلی انگلی تحصیل کردم و کارهای علمیم رو نیز قسمان در اونجا به انجام رسانیدم. من فکر میکنم که این مناسبت های بین المللی، مناسبت های بین علمان خیلی هم دقیق جلب کنندن و برای در جمهوری تاجیکستان حساسه گذاری کردن برای پیشرفت علم، برای پیشرفت دستاورد های نو و نو با ما کمک خیلی هم کلان میرسونند. در سال 2019 هم ما یک کشفیات نو، یک اختراعات نو رو پیشنهاد کردیم. در این اختراعات نو ما انگشتای فون یغنوب استفاده برده شدند. ما حالا این پتنت خود رو به یورازیس پیشنهاد کردیم، به دولت های یوروپا و آسیا. خیلی هم جدی است، خیلی هم دقت جلب کننده است. اساسا آن از آن عبارت است که ما از انگشتی فون یغنوب جمهوری تاجیکستان نه تنها گرمی رو می توانیم استفاده بریم، بلکه از گازهای اون ما می توانیم که ماده های نو شیمیایی
استحصال کنیم. در اینجا تکنولوژی های نوی پیشرفته اینوواسیونی ابسوربسه، دسوربسه استفاده برده شده است که ما می توانیم گاز ها را ابسوربسه کرده، اگر در اشکار ها آنها را کارکرد کنیم، ما می توانیم کربید کلسیم حاصل کنیم که ما می توانیم کربید نترو حاصل کنیم. این مسئله ای حاصل کرده رو می توانیم در صنعت شیشه براری، در صنعت سمنت براری، در صنعت استحصال نوری های مینرالی برای استحصال کربامید خیلی واسه استفاده بریم. زمرد غایبولوه در آینده های نزدیک نیز پیروی کار آوردن اختراعات نو است. نوآوری و تازه کاری ها اساسی نقشه های عملی کرده اش می باشد. تصمیم دارد که نقش خود را در اختراع کاری های جدید گذارد. تدبیر های سودمان اندشیدن جهت پیشروی در ساحه متالورگیه هدف اصلی این بانوی دانشمند ارزیابی می گردد. نامزد علمی کیمیا مهین سلطان محمدوا باشد با اختراعاتی پیشنهاد کرده خود که بهر سالمی جامعه روانا گرده است در زینه دویم قرار دارد. این بانوی نوآور میان 347 بانوی اختراعکار از 29 کشور جهان در فورم زنان اختراعکار که در شهر سئول کره برگزار گردیده بود صاحب چندین جایزه های بانفوذ گشت. نشان تیلوی جمهوری مردمی چین، دیپلومی درجه اول ازبکستان و نشان نقره جمهوری کره از آن دستاورد هایی است که مهینه آن را به دست آورد. روباد هنمی دکتر علمای کیمیا پروفسور قدوف عبدالرحمن حفیظوویچ بود که من توانستم در آزمون تحت روبادی همون کس که من دارنده اف پتنت جمهوری تاجیکستان می باشم و یکی از چنین پتنت ها این پتنت نمری 964 مادام فیتالیت من توانستم امسال با این پتنت در آزمون اشتراک کنم. در کره که در آزمون 12 فرم زنان اختراعکار اشتراک کرده توانستیم ما هم جمهوری تاجیکستان خود رو معرفی کنیم و توانستیم در همانجا بیرق تاجیکستان خود ما بلند برداشتیم چون که توانستم از جمهوری چین سزاوار مدال طلا گشتم در عرفه پیشنهاد دیپلم ها در بین اعضای حکمان و اینچنین جمهوری کره با دیپلم نقره قدردانی نمود و اینچنین جمهوری ازبکستان اختراعکار زن بهترین جمهوری اعتراف کرد و سزاوار دیپلم جمهوری ازبکستان گشت. یک بار صاحب 3 دیپلم و 2 مدال، یک مدال طلا یک مدال نقره و اینچنین در 11 فرم اکادمی علمای جمهوری کره که تاریخ 24-25 ایون گذشته بود همانجا هم اشتراک کردیم و سزاوار سرتیفیکات اکادمی علمو گشتیم. در وقت نمایش، در وقت جایزه سپاری، وقتی که میگن فرام تاجیکستان، فامیلی آدم به زبان میکنن، معلوم شد آدم در چی گونه احساسات خود حس میکنن. در بین 28 دولت اکنون معرفی شد، این برای ما خیلی خرسند آور بود. لحظه فراموش نشونده حساب میکنم. معلولی تاوبتی که آن فیتالیت نام دارد از 28 نماد گیاهی وطنی آماده گردیده و برای تاوبت بیماران جگر و سنگهای تلخه نگرانده شده است. فیتالیت را خود مهینه با زبان خارجی معرفی نمود که آن از جانب حکمان بهای بلند گرفت. حساسا برآمد به زبان انگلیسی گذشت چون که ما به زبان انگلیسی برآمد نبودیم و اونا به زبان کره‌ای همان اکامونده ترجمه کردند. لیکن تاثیرات نهایت اکنون توانستم یک دختری تاجیک با همان با توانستیم با لباس ملی خودمان در همه جا برآمد نبودیم و اینچنین از بین اکامون هم امین هم قدردانی شد که جمهوری تاجیکستان چگونه همون رسم و رسوم داشت که قطع آمدگی در کره خود را معرفی کردن این هم به نظر گرفتن و اینچنین ما استفاده از سال 2019-2021 سال رشد دهات سیاهی و هنرای مردمی بود هم این مواد به همین موضوع بخشی داشته و اینچنین هنرای مردمی را در آنجا در نمایشگاه نشان دادیم. کارهای علمی تحقیقاتی معلمه عزیز این حاصل نمودن حاصله های کسلات های خالانی می باشد و موضوعی که انتخاب نمودن خود معلمه البته این برای منفیت ملت برای منفیت دولت و موضوعی طلبی خود همین وطن هست و
اصلا کارهای علمی تحقیقاتی که اون کسب انجام رسوندن این بیشتر و اهمیت خاراکتری تیبی دارد و برای توبت بیماری های جگر یعنی که برای توبت بیماری های گرده افزایش خود را نشان داده است. این داروباری ها برای کسلی های جگر نهایت اهمیت کلان دارد و البته در ارگانیسم نهایت مبادله های زیاد میگذارن برای بطرف میتونن برای بهتر نبینی کرد که برای شرایط خوب فراهم آوردن برای جگر اهمیت خیلی کلان داره. بنابراین همین این داره خیلی مهم حسابیده میشود. مدام افتالیت خاصیت گیپوخالیستریمیکی، لیتولیتیکی، گیپولیپیدمیکی دارد و اینچنین برای سیستم یعنی گیپاتوبلیاری استفاده برده میشد. آدمانی که گرفتار بیماری جگر، سنگ تلخدان، و کسلی جگر می باشند استفاده برده می شود. مدام فیتالیت از گیه های شفابخش جمهوری تاجیکستان که ترکیبش 28 رستنی هست همه گیه های جمهوری تاجیکستان استفاده بردگی. یگان مواد خیمیایی ترکیبش وارد شدگی نیست، فقط از رستنی تیار کرده شده است. بعضی بیماری هایی که در اساس مثلا پیداشوی سنگ تلخه پیدا می شود اون مواد نوی داروگی که از طرف از جانب خود معلم عزیز سینتز کرده شدن که حسی کرده شدن اونها امکاناتی برطرف نمودن که حل نمودن همون سنگ تلخه رو در ارگانیسم دارد. اختراعاتی که از جانب معلمه شدن این اختراع بار اول هست، البته این در هم معلفی در هم مسئلاتی با رهبر خود معلمه عزیز یعنی که پروفسور قادرف عبدالرحمن حفیظش یعنی که با خود مسئلاتی خود اون رهبر علمیشون به انجام رسونده شده است. این تحقیقات طول زیاده از 7-8 سال می شود که به انجام رسونده است از جانب معلمه عزیز. اساسا کار علمی تحقیقاتی من به ساحه خیمی ارگانیکی خیمی استلایدو بخشیده شده. در موسسه دولتی مرکز ملی پتنت و اطلاعات وزارت رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان مراسم تنتنوی جایزه سپوری بانوانی اختراع‌کار دایر گردید و ماهینه در آن شرکت ورزیده از جانب مسئولین مورد تحسین و قدرشناسی قرار گرفت. این همه توجه و دستگیری ها برای سلطان محمدو و نقشه و تدبیرهای دیگری را تولید کرد تا آینده نیز به اختراعات دیگر دست بزند. این دستنی های داروگی تاجیکستان بخشیده به سال 2019-2021 سال رشد دیها و سیاهی و هنرهای مردمی کارهای تبلیغاتی گذرانده می شود. محلول تاوباتی فیتالید یگانه از اختراعات ماهینه نبوده و جز از آن در گذشته نیز به نوآوری های دیگر دست زده بود که صاحب نشانی مخصوصی گرده است. اختراعات مذکور نیز به ساحه کیمیا تعلق داشته بهره سالمی جامعه نگرانده شده بود. فرصت آن رسیدی بهترین چهره برنامه نوآور را که در زینه اول قرار دارد براتون معرفی نماییم. دکتر علمهای تکنیکی خالنظر ابراهیموف با اختراع پیشنهاد کرده خود که گرم حاصل کننده نام گرفته است سزاوار مدال طلای سازمان عمومی جهانی مالکیت ذهنی گردید. با چنین جایزه بانفوذ این عالم تاجیک در رویخط بهترین چهره های سال 2019 برنامه نوآور سزاوار مقام اول است. доктор علمهای تکنیکی پروفسور کافدرای تکنولوژی مصنوعی نساجی و دکان فاکولته تکنولوژی و دیزاین دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان خالنظر ابراهیموف برای اختراع گرم حاصل کننده سازوار مدال طلای سازمان عمومی جهانی مالکیت ذهنی گردید. جایزه مذکور در بخش اختراع یکی از جایزه های بانفوذ دانسته می شود که آن نه به هر کس میسر می گردد. خالنظر میان 67 نفر اختراع کاران در کشور با چنین جایزه سرفراز گردید که کارش نوسون با کشفیات او بهای بلند دادند. اوتمونی مذکور در دو سال یک مرتبه تشکیل کرده می شود. در دوره استقلالیت اوتمونی مذکور 12 مرتبه برگزار گشته شده است که در این دوره اختراع‌کاران کشور ما با 22 مدال سازمان عمومی جهانی مالکیت ذهنی 18 مدال تشکیلات پتانسیا و روسیوگی و دیگر نشانهای فخری و نشانهای مؤسسه سرفراز گردانده شده‌اند. مقصد دیگری آزمون این
حواسمندی و دستگیری اختراکاران و نوآوران جمهوری تاجیکستان میباشد با مقصدی که امروزها در سراسر دنیا اختراعات و همه اون نوگونی هایی که در سمت تکنیک و تکنولوژی می شود این از اختراعات ها برمی آید. با این نظر داشت اختراکاران کشور ما را ضرور است که باز هم برای رشد کردن اقتصادیات جمهوری تاجیکستان از جمله صنعت اختراعات نو به نو را ایجاد نمایند و تطبیق نمایند. صنعت کنونی با سرعت اعلان کرده شده است. با این نظر داشت سمت صنعت امروزه که اختراکاران ما قسمی اشتراک کنندگان دو طلبان اختراک کردن که در این آزمون اشتراک کرده استودن ماس و سمت صنعت دخل دارند. اشتراکی که ما در سالهای اخیر داریم همه این بخشیده به رشد صنعت سبوکی جمهوری تاجیکستان روانه شده است. ما متخصصان سایه صنعت سبوک و مهندسان در یک جایگی با متخصصان این ساحه کارهای علمی تحقیقاتی را ادامه داده استودیم و تا دو سال اخیر وابسته به صفت استحصال نخ پخته در جمهوری تاجیکستان و در اساس تحقیقات های گذرانده ما معلوم شد که در جریان تکنولوژی کارکرد اولین پخته روند خشکونی اشیای خام وابسته از نمناکی اولی اشیا قریب که در یکان کارخانه برای مانده نمی شود و از این خاطر اشیای خام که حتی در ماه سپتامبر چند کشانی دوباره ذخیره می شود، در ماه اکتبر، نوامبر و دیگر وقتها نمکی اولی خیلی زیاد دارم و آنها ضمن کار کرد اگر از جریان خشکنی و تازه‌کنی کم گذارند آنگاه در روند نخ جداکنی در ترکیب نخ غجدی ها و کثیف های تکنولوژی خیلی هم زیاد می گردند. این در عمل عین حال همین خیلی گذشته استوده است و با همین سبب نخی پخته که در جمهوری ما استحصال می شود با جای آن که با صنفی یا درجات عالی یا خوب یا میانه ما فروشیم اون رو با قریب که با از روی درجاتی که صنفی غشنوک نخ فروخته می شود که این متناسبان اگر یک تن نخی پخته $1,700 تا $2,200 مقرر کرده شود از این نرخ گذاری قریب که $1,200 $1,400 یک تن نخی پخته فروخته می شود. اگر امروز ما در جمهوری به حساب میانه 400,000 تن اشیای خام پخته استحصال نماییم و از این زیاده از 1,000 تن نخی پخته استحصال می شود و وقتی که ما اگر نخی پخته را با درجات پست یعنی که همچون صنفی غشنوک یا افلاس اگر فروشیم از این عموم حاجیگاه فرمری دهقانی و در عموم سایه صناعت خیلی هم ضرر میبینه. همه این کارهای ایجادی پروفسور ابراهیموف تطبیق شدن در استیسولات و برای بهبودی ترقیات سایه صنعت نساجی ما خیلی موقع خاصه را جای دارند. در اینجا زیاده از 50 نفر زیادتر آلمان کارهای ایجادی خود را پیشنهاد کرده بودند و پروفسور ابراهیموف در بین همه آنها با کار ایجادی خودش موقع یکم و با جایزه اولین مدال طلا نائل گشت. طلبات استاندارد بین المللی که در آن رنگی ظاهری نخی پخته موقع اساسی را اشغال میکند در قطار دیگر پارامترهایی که ارزش نخ را معین میکند قبول شده است. یعنی که معین کردن نوع صنعتی نخی پخته از روی رنگ و از روی برگ این دو عاملی که به نوع صنعتی نخی پخته تاثیر میرسانند در جریان کار کرد به نهایت از روندی خشکنی و تازه‌کنی اشیای خام وابستگی دارد. اختراع پیشنهاد کرده خلنظر ابراهیموف که گرمی حاصل کننده نام گرفته است با رشد صنعت سبو خدمت می‌رسانیده است. تاجیکستان همچون کشور اگراری استحصال و کارکرد پخته را مهم می‌داند و این دستگاه برای کارکرد نخی پخته می‌تواند سودمند گردد. برای کشف و اختراع دستگاه مذکور خلنظر تحقیقات زیادی علمی گذرانید و آن را در عمل تطبیق کرد. تاجیکستان
از ذخیره انگیشتنگ بایست که صدها سال انگیشتنگی که در کوههای ما هست در قلمرو جمهوری تاجیکستان به ما میرساند و از دیگر طرف یکی از هدفهای ملی جمهوری تاجیکستان این به دست آوردن استقلالیت انرژتیکی است. در آن تعداد نیروهای برقی آبی که امروز در جمهوری تاجیکستان فعالیت دارند و باز من ساخت پوره به استفاده دادن نیروهای برقی آبی راغون و ما امکانیت میدهد که ما همه کارخانه های صنعتی را همین جریان های خشکونی را از گرمی حاصل کننده های برقی نیست استفاده بریم. برای همین اختراعی که ما طی دو سال کردیم و با نخص پاتنت جمهوری تاجیکستان حفظ کرده شد تحت رقم 956 این همین مسائل را حل میکند و دستگاهی اونیورسالی که در کامری سوزش آن هم کدام از روی شرایط ما میتوانیم هم انگیشتنگ را استفاده بریم برای سوزش و حاصل کردن گرمی و هم اگر و ما میسر گردد گاز طبیعی را استفاده بریم و هم باز در یک قبوری هوادارا آن گرمی دهنده های برقی که ما پیش از این اختراع کرده بودیم و در اکثریت کارخانه های کارکردی اولین پخته ولایت ختلان و دیگر کارخانه های دیگر منطقه ها که استفاده برده می شود گرمی دهنده های برقی ویرم در قسم هوادارای این دستگاه وصل کرده گرمی آمیخته حاصل میکنیم و وابسته از نمناکی اولی اشیای خام ما آن تعداد گرمی رو که همین دستگاه در یک ساعت از 18 تا 20 هزار متر کوب گرمی حاصل میکند ما با دستگاه های خشکنی رو ما تامین کنیم و نمناکی اولی پخته رو تا معیاری زمین نگهداری و تا معیاری تکنولوژی که برای پخته های میانه نخ با 8-9% برابر است و برای پخته های نوهای دراز نخ با 6.5% طبق طلبات معیاری استاندارد قبول شده است ما رسانیم. برای ماندن فعالیت کشفیتی مذکور در کارخانه های صنعتی کشور موافق بوده است. اکنون امکان است که دستگاه مذکور را برای کارکرد نخی پخته استفاده برد. طبق نظر خود این اختراع‌کار دستگاه مذکور از نگاه بی‌خطری نیز به طلبات جوابگو است و تنها میباید آن را درست استفاده برد. اختراع کشفیات مذکور خودی خلنظر باری اول نه تنها در مملکت بلکه در تمام کشورهای آسیای مرکزی می‌داند. بینندگان گرامی و دوستداران اختراع‌کاری و نوآوری، تاریخ برنامه خود ما دوامی سال 2019 شماره زیادی اختراع‌کاران را به هراتون معرفی نمودیم که همه آنها در ساحه‌های مختلف موفق شده و به دستاورد علمی و عملی سازوار شدند. طبق نظرسنجی میان دوستداران نوآوری جویانده ما همگی 5 نفر را همچون بهترین ها انتخاب کردیم. در سال 2020 نیز ما تصمیم داریم تا چهره های دیگر را که استعداد و مهارت خوب ایجادی و اختراع‌کاری و علمی و تکنیکی دارند و در ساحات گوناگون سهم‌گذاری کردن براتون معرفی نماییم. برنامه نوآور امکانات خوبی است برای تبلیغ نفرانی نوآور جوینده. همیشه نوآور و تازه ایجاد باشید.